خبر درگذشت اسطوره هنر و فرهنگ ایران استاد محمد رضا شجریان موجب شد که ملت ما نسبت به کسانی که نقش مهمی در بازشناسی هنر و فرهنگ این سرزمین دارند مجدداً در خاطر خودشون مرور کنند. به گمان همه ما که نسبت به هنر و فرهنگ ایران حساسیت داریم، نقش ایشان آنچنان قدرتمند در ذهن و عاطفه مردم ما و همه فارسی زبانهای جهان، منظورم کشورهایی مثل افغانستان، تاجیکستان، بخشی از هندوستان، آسیای میانه، اینجا با زبان فارسی و شعر و ادبیات فارسی آشنا هستند، تأثیر عمیقی بخشیده که تا زمانی که زنده هستند نسل‌های بعدی بدون این که یک کمی بخوایم گزافه‌گویی کرده باشیم، این واقعیت رو بخوایم بیان کنیم، جاری هست. و در واقع ایشان و کسانی در حد و اندازه بی‌نظیر و یا بسیار کم نظیر این شخصیت نازنین، جایگاهشون آنچنان جاری هست در عرصه تاریخ، در صفحات تاریخ، که زندگیشون بعد از مرگ، بعد از مرگ جسمشون تازه شروع میشه و قدرشون بیشتر دانسته میشه. چرا؟ که جایگاه عزیز و بسیار درخشان و تاثیرگذار چنین شخصیت هایی در نبودشون بیشتر احساس میشه. امیدوارم ملت ایران همونطوری که در زندگی این نازنین مرد و هنرمند بی‌نظیر در قلبشون و در عاطفه‌شون، در تمام لحظاتی که ما آدما نیاز داریم که با خودمون خلوت کنیم و به نوعی از اون موقعیت معمولی زندگیمون بخوام فراتر نگاهمون رو بیاندازیم و برای خودمون نقشی قائل بشیم و همدلی خودمون رو با همدیگه یاد بیاریم، از طریق ادبیات درخشان و بی‌نظیر ایران، اون همزاد پنداری که نیاز داره یک کمند نامرئی دل ما رو که به هم پیوند داره، این رو به یکی حدی بتونه به اصطلاح به ارتعاش در بیاره که قلب همه ما مجدداً با هر آواز و با هر کلام این مرد بزرگ با همدیگه احساس انس و الفت بیشتری بکنه و به عبارتی زندگی فرهنگی و معنوی یک ملت از این طریق مجدداً تجدید میشه و تقویت میشه. البته این رو هم بنده عقیده دارم که تمام کسانی که با موسیقی که زبان بین المللی هست آشنا هستن، نیازی نیست زبان فارسی رو بدانن. اون حسی که در صدای این مرد بی‌نظیر وجود داشت و زندگی زمینی ما رو که گرفتار چیزهای مختصری هستیم، معمولا مشغولیت ما خاطر اینکه طبیعت زندگی ما انسان‌ها اختزام میکنه، برای اینکه از این موقعیت اصطلاح معمولی فراتر ببره و ارتقا ببخشه و ما رو بیاد اینکه انسانی هستیم با تکالیف مهمتری، بزرگتری، باید بیاد همدیگه باشیم و برای همدیگه نفس بکشیم و در واقع همدرد باشیم. صدای ایشون، اشعاری که انتخاب میکرد، گلچینی بود از ادبیات ایران که همینجا شاید بنده به خودم اجازه میدم که عرض کنم بیش از همه کسانی که علاقه من به ایشون بودن، عاشق ایشون بودن، صدای آسمانی ایشون رو با ذهن خودشون، همراه خودشون همیشه همراه داشتن، ما خوشنویسای ایران بیش از همه
هم مدیون ایشون هستیم و هم اینکه برخوردار بودیم از اون جایگاه عزیز و رفیعی که این مرد در هر کدام از آن مطرح میکرد و انگار ما رو ارتقا میداد هر بار با یکی از آوازهای بی‌نظیرش که وجود خودمون رو و ذهن خودمون رو و اون چیزی که ما باید با یاد آوردنش انسانیت خودمون رو یاد بیاریم و قلب و عاطفه‌مون به شفقت و محبت متصل بشه، این خاصیت رو داشت. بنابراین من هم به خودم و همه فارسی زبانان و ایرانیان که در چهار گوشه دنیا دلشون خوش بود با صدای این نازنین و حالا در گذشتش شاید بیشترین غم رو که هیچ وقت پایان پیدا نمی کنه و دوام داره، که البته این غم نازنین و عزیزیه که دل ما رو باز هم از این طریق به هم پیوند میده و وجود ایشون و در واقع در گذشتش کم نمی کنه از اون خاصیت و اثر عمیق و همیشه ماندگاری که دل ماها با هم دیگه به نوعی همدردی می کنه. و جای ایشون که یقینا می دونم خالی نیست، برای اینکه صدای او و شخصیت او در ابعاد مختلف در این چند دهه یک جایگاهی رو برای او ایجاد کرده که ما هممون در اون موقعیت با او همدل و همراز و همقدم هستیم. به خانواده محترم ایشون، به فرزندان عزیزش و همسر گرامی ایشون، خوب سالهای سال با هم دیگه سابقه و رابطه و زندگی داشتیم، تسلیت ویژه عرض می‌کنم. سپاسگزارم جناب استاد، انشالله صحیح و سالم باشید، عمرتون جاودان باشه، برای علاقمندانتون سایه شما بر سر همه خوشنویسان مملکت، فرهنگ مملکت انشالله مستدام باشه. سپاسگزارم، تشکر، ممنونم. قربان شما.